در رابطه با این دستگیری های وسیعی که الان در کردستان هست که البته به یک کم چند ماه قبل برمیگرده که شروع این دستگیری هاش میشه گفت ستارتش آغازش با دستگیری های شاباد، همونی که الان جمهوری اسلامی بهش میگه اسلام آباد غرب، فعالین مدنی اونجا رو دستگیر کردن شروع شد و الان به بیش از 100 نفر رسیده. دلیل این دستگیری ها همچنان که همه مستحضر هستن دیگه، این افرادی که دستگیر شدن فعالین مدنی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی هستن، محیط زیستی هستن. خیلی مشخصه این افراد به طوری میشه گفت که چشمان این جامعه هستند، زبان گویای این جامعه هستند و در واقع رهبران میدانی این جامعه هستند و این برای جمهوری اسلامی خیلی بده. جمهوری اسلامی خرسند نیست که در کردستان رهبران میدانی بسیار زیادی وجود داره که آگاه، هوشیار و در میدان دارن جامعه رو هدایت میکنن. اما چرا این کارو میکنه؟ به غیر از این، به یک سیاست قدیمی برمیگرده، اونم این که همیشه جمهوری اسلامی در خارج از کشور زبون و ذلیل و رذیل بوده، اما در داخل سرکوبگر بسیار قهاری بوده و خیلی وقت هم شده به میزانی که در خارج از کشور دچار شکست و رذالت میشه. نمونش میبینیم که صدها حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در خارج از کشور در سوریه اتفاق افتاده، اما جمهوری اسلامی و ده ها نفر کشته شدن، ده ها ایرانی از اعضای سپاه پاسداران در سوریه و لبنان و اینا کشته شدن، ولی دریغ از کوچکترین واکنشی. به میزانی که در خارج از کشور دچار زبونی میشه و در عرصه بین الملل دچار بحران میشه یا بحرانهاش تعمیق‌تر میشن، به همون میزان در ایران سرکوب و شدیدتر میکنه، چون مردمان ایران ناراضی هستن و ترس از شورش عمومی و به راه افتادن یک جنبش اجتماعی براندازانه جمهوری اسلامی رو وادار میکنه به اینکه سرکوب رو در داخل بیشتر بکنه. یعنی با دستگیری این افراد فعال و چهره ها و نخبه های شناخته شده در سراسر ایران، به ویژه الان که در کردستان، و کردستان همیشه که پیشاهنگ و پیشروی مبارزات سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده، میخواد به نوعی با استیلا و سرکوب بیشتر و بیشتر کردن خفقان، به نوعی میشه گفت میخواد کنترل بکنه وضعیت رو. اما من فکر نمی کنم که به همین سادگی بتونه این دفعه این روند رو ادامه بده، چون شرایطی که امروز ایران درش قرار داره، ایران در جهان و در منطقه درش قرار داره و شرایط داخلی که به وجود آمده بعد از انتخابات 88 و بعد از قیام 96 و 98 و سرکوب هایی که شده، امکان نداره که جمهوری اسلامی بتونه به همین راحتی جان سالم به در بره. پس اگرچه سرکوب و دستگیری ها ادامه خواهد داشت و مردم هزینه زیادی خواهند پرداخت، ولی به نظر من جمهوری اسلامی مثل همیشه در این سیاست هم ناکام خواهد ماند و شکست خواهد خواهد.